سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال خبرباز با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر مهاجرت سیروان خسروی خواننده معروف و پرطرفدار ایرانی با ما همراه باشید لطفا عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. سیروان خسروی آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده پاپ، راک و موسیقی الکترونیک ایرانی متولد 1361 در تهرانه ولی خانوادهش اصالتاً کرد هستند. پدرش کرمانشاهی و مادرش سنندجیه. اون از سن 11 سالگی به مدت چهار سال پیش اساتید معروفی به آموزش موسیقی و مخصوصا کیبورد پرداخت. اون از همون دوران نوجوانیش با دیدن انیمیشن شیرشاه به موسیقی التون جان علاقه شد. در سن 16 سالگی زیر نظر کاوه یغمایی با اصول نوازندگی کیبورد و سبک راک آشنا شد. سیروان همراه گروه کاوه یغمایی در دو کنسرت سالهای 79 و 80 به عنوان نوازنده کیبورد حضور داشت که این تنها اجراهای سیروان به عنوان نوازنده بر روی صحنه بوده مهمترین عامل توی وارد شدن سیروان به عرصه موسیقی حضور و آشنا شدنش با مراحل ضبط آلبوم مترسک کاوه یغمایی بود آلبوم مترسک آقای یغمایی محرک اصلی سیروان برای شروع آهنگسازی و بیان ایدهها و افکار موسیقیش بود سیروان خسروی برادر بزرگتر زانیار خسرویه که اون هم خواننده پاپه اما در چند وقت گذشته کنسرت های سیروان خسروی هواشی زیادی داشته از لغو کنسرت مرداد ماه 1401ش که قرار بود روز دوشنبه 31 مرداد کنسرتی رو داشته باشه اما به دلیل شرایط امنیتی خاص این کنسرت لغو شد احمد وحیدی وزیر کشور به خبرگزاری ها گفته بود اگر در حین برگزاری کنسرت مشکلی به وجود بیاد همکاران ما به ناچار دخالت می کنند و در میانه کنسرت اون رو متوقف می کنند اما این کنسرت قبل از شروع مشکلاتی داشته و دیگه هیچ توضیحی در مورد شرایط امنیتی خاص یا مشکل کنسرت قبل از شروعش چیزی نگفت این در حالیه که توی هفتم مرداد ما هم یک معمور حراست سالن کنسرت گروه موسیقی کماکان رو در تهران در میانه اجرا تعطیل کرد و توضیحش فقط این بود که به ما از بالا دستور دادن که جمعتون کنیم. اواخر تیر ماه هم توی اهواز کنسرت سیروان خسروی که مجوز هم از نهادهای دولتی داشت در نتیجه مزاحمت یک گروه در مقابل ساختمان محل کنسرتشون لغو شد. بعد از اون هم هر نهادی تقصیر رو گردن نهاد دیگه ای انداخت. شورای تأمین هر استان، نهاد پایین دستی شورای امنیت کشور توی استان که ریاست اون بر عهده استاندار و توسط وزیر کشور انتخاب میشه و خلاصه هیچ کس پاسخگوی این لغو شدن کنسرت های سیروان نبود بعد از اون هم سیروان که طرفداران بسیار زیادی داره با انتشار تصویری از نامه اداره ارشاد خوزستان لغو اجرای دو روز دیگه از این برنامه سه روزه کنسرت هاش رو هم تایید کرد این خواننده پاپ در صفحه اینستاگرام خودش در مورد هواشی کنسرتش نوشت یک ساعت قبل از اجرا توی گرمای 48 درجه اهواز افرادی که مشخص نبود از طرف چه ارگانی هستند سعی داشتند از ورود مردمی که توی این گرما توی صف وایستاده بودند به سالن جلوگیری کنند اگرچه که کنسرت با یک ساعت تاخیر برگزار شد اما شرایط پرتنش و ناامنی که برای گروه و مردم به وجود اومده بود واقعا قابل توصیف نیست و خیلی استرس داشتیم فیلم های منتشر شده در فضای مجازی نشون دهنده اینه که افراد تندروی جلوی درب سالن برگزاری کنسرت با پخش مدداهی اون هم با صدای زیاد سعی داشتن مانع برگزاری کنسرت بشن یک روز از این کنسرت با شرایط امنیتی برگزار شد و دو روز دیگرش کنسل شد اما بعد از اون فرمانداری شهرستان اهواز توی اطلاعیه مدعی شد که تجمع و ترافیک شدید توی ورودی سینما هلال در ساعت اجرای کنسرت و به دنبال اون اعتراض رانندگان و شهروندان و درگیری اینها باعث شده بود که پلیس راهنمایی رانندگی چنین تصمیمی بگیره خلاصه که باز هم تکلیف لغو شدن کنسرت ها معلوم نشد. برادران خسروی یعنی سیروان و زانیار خسروی در طی مدت اعتراضات سراسری هم ساکت نبودند و با انتشار پست ها و استوری هایی از طرفدارانشون و هموطنانشون حمایت کردند. مثلا سیروان خسروی در پیج اینستاگرامش در واکنش به خبر اعدام محسن شکاری نوشت بعد از شنیدن خبر اجرای حکم اعدام محسن شکاری از شدت سنگینی حکم و شتاب در اجرای اون خشم هم ی وجودم رو گرفته بود با این حال سعی می کنم به احساساتم غلبه کنم و این متن رو بر اساس منطق بنویسم روند شروع دادگاه محسن شکاری تا اجرای حکم اعدام فقط 37 روز طول کشیده دلیل عجله بی سابقه در رسیدگی به این پرونده چیست تنها بخشی از تبعیض در سرعت و اراده برای دستگیری و رسیدگی به پرونده متهمان از اخشار متفاوت رو یادآوری می کنم سه سال از شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 انسان بیگناه گذشته اما در این رابطه هنوز حتی یک نفر دادگاهی و محاکمه نشده هنوز خبری از محاکمه عاملان قتل عام سیستان و بلوچستان نیست در اخبار موضوع پلیس نماها رو خوندیم اما بعد از گذشت بیش از دو ماه خبری از محاکمه و اجرای حکم برای این افراد نیست که بعد از این پست ها و استوری های جنجالی اونها خبر بازداشت سیروان و زانیار در فضای مجازی پیچید و پیج اینستاگرام هر دوشون از دسترس خارج شد طرفدارانشون بسیار نگرانشون بودن و توی فضای مجازی بلوایی به پا شده بود که اگر دستگیرشون کردن چرا خبر نمیدن چرا هیچ کسی چیزی نمیگه که اونها کجان برای چی دستگیرشون کردن که بعد از اون خودشون این خبر رو تکذیب کردند و مثل اینکه فقط پیج هاشون از دسترس خارج شده بود اما با ادامه روند کشف اجاب ها توسط زنان و دختران ایرانی که بعد از آروم شدن اعتراضات هم هنوز به این مبارزه مدنیشون در همه مکانهای عمومی ادامه دادند و حکومت هم سعی کرد که به نحوه های مختلف با اونها مبارزه کنه توی کنسرت ها هم به جای خوشگذشتن و شادی به حجاب زنان و دختران گیر میدادند و این اتفاق در ساری هم توی کنسرت سیروان افتاد این اتفاقات هم هواشی بسیار زیادی داشت. ویدیویی توی فضای مجازی منتشر شد که دختر خانومی فریاد میزنه و میگه که این معمور حراست سالن به من تذکر رعایت نکردن هجاب رو داده و به من سیلی زده. این ویدیو دست به دست چرخید و هواشی بسیار زیادی داشت. خیلی ها گفتن که خود سیروان خسروی هم با این حرکت ها موافقه و خودش گفته که با بد ها مقابله کنن. که بعد از اون هم سیروان متنی رو منتشر کرد و نوشت بار دیگر تو تندروی و اتفاقات دور از اخلاق و عدم آگاهی از اصل ماجرا و البته اهداف خاص عدهای مشخص در توییتر ابتدا به ساکن سیل توهین ها رو به سمت من روانه کرد تا با خیال خام خودشون بخوان آبروی حرفه‌ای و هنری من رو ببرن توی سانس دوم کنسرت و در حین اجرای آهنگ دوست دارم زندگی رو در انتهای سالن برخوردی توسط یکی از اعضای حراست و خانومی که در اون لحظه حجاب نداشت رخ داد تذکر زبانی به برخورد فیزیکی انجامید و هزار در حمایت از اون خانوم ضمن شعار بیشرف بیشرف و هو کردن به فرد اهانت کننده اعتراض کردند متاسفانه به علت روشنایی کم انتهای سالن هیچ کدوم از اعضای بند و حتی خودم متوجه موضوع نشدیم. آهنگ رو تموم کردیم و فکر کردیم یه درگیری در انتهای سالونه ولی دلیلش رو نمیدونستیم. ضمن آروم کردن فضای متشنج توی سالن بعد از پایان اجرا به مسئول حراست سالن و به مسئولان برگزاری کنسرت اعتراض کردم. همچنین آقای شهبازی عزیز هم با فرد خاطی برخورد کرد. پس بهتره تا وقتی که از قضیه اطلاع کامل نداریم در مورد اون شایع سازی نکنیم. بعد هم پیج برادران خسروی برگشت. اما اونها هیچ کدومشون دیگه حرفهای اعتراضی نزدن و همچنان خبر ممنوع خروج بودنشون در فضای مجازی منتشر میشد. اما حالا بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی ایران با انتشار توییتی خبر مهاجرت سیروان خسروی رو داده بهمن بابازاده نوشته سیروان خسروی سه قبل و دو روز بعد از پس گرفتن پاسپورتش و رفع ممنوع خروجی از ایران خارج شده. اون کنسرت آخرش رو روز اجرا با توضیح توصیه پزشک برای لغو برنامه لغو کرد. آینده کاری اون و بازگشت یا عدم بازگشتش مشخص نیست عکس در کافه باری در استانبول گرفته شده حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که این خواننده محبوب و پرطرفدار پاپ و راک ایرانی به وطنش برمیگرده یا قصدش برای مهاجرت جدیه مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید